چند سال پیش بود که من تو روزنامه یه خبری خوندم که یه گردنه 8 متر توش برف باریده. اسم گردنه بود گله بادوش. خب بدون شک رفتم گوگل رو سرچ کردم و جاشو پیدا کردم و برای همونم یه برنامه ریختم. دیدم منطقه خیلی زیباست. یه برنامه تقریبا یک ماهه ریختم که دیدار از تمام آبشارهای منطقه بود. منتها هیچ وقت این وقت گیرم نیومد که بتونم در واقع این مسیر رو برم با این زمان. و بالاخره یه وقت کوتاهی گیر اومد چون هدفم واقعا این گردنه بود، چون این گردنه برام خیلی هم قشنگ بود هم دوست داشتم، فکر میکردم دست نیافتنیه. و هم یه برنامه ریختم که چند روزم برام طول کشید. روز اول از علی گودرز شروع کردیم، به آبشار آب سفید رفتیم. خب یه مسافتی اینجا که مسافتی که طی شد 77 کیلومتر بود با الیویشنگن 1300 متر. و واقعا وقتی رسیدیم به آبشار، آبشار بسیار زیبایی بود، بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود و دیدنی هست. مسافتم توی 7 ساعت طی کردیم. روز دوم مجبور شدیم که من دو راه داشتیم، یا اینکه از وسط یه جایی یه روستایی به نام گیلو، خود روستایی ها میگفتن، از اونجا بریم که یه مقدار به خاطر بار زیادی که من داشتم احساس کردم که شیبا خیلی تنده و مسیر خاکیه، نتونیم پسش بر بیایم. و همین برگشتیم پایین و از تو روستایی به نام خاناباد یه شب خوابیدیم و از روستای خاناباد صبح زود شروع کردیم به طرف گردنه گله بادوش. و مسیری که طی کردیم 72 کیلومتر بود، الیویشنگنش تقریبا 1400 متر بود. و وقتی که رسیدیم به گردنه گله بادوش واقعا همونطور که تو تصاویرم میبینید برف بود و از اونجا رفتیم به طرف شوراباد. مسیر بسیار زیبایی داره از گله بادوش تا شوراباد، سبز، رودخونه بغلتون، جای کمپینگ فراوون و همه چی عالیه. و من پیشنهاد میکنم همه دوستان و رفقا این مسیر رو طی کنن. متشکر و سپاسگزارم. فیلم دارم میگیرم. بگیر برقص لوری تو، برقص دیگه. آه مرسی، خسته نباشی. مرسی. باید بریم اون بالا، آخرین نقطه است و اونجا هایست پوینت ماست، 3000 متره. خوب بود، راضی بودیم. حالا برسیم اونجا بکرم 8 ساعت طول کشید کل این مسیر اومدیم. گله بادوش
کجا مسابقه گرفتیم؟